سلام به همگی. به یکی دیگر از جلسات آموزش 0-100 زبان آلمانی خوش اومدید. ما توی این جلسه میخوام یکی از مهمترین و یه جورایی البته سخت نیست ولی خب خیلی هم سخته مبحثو بپردازیم که اونم آرتیکل هست. اگر حالا تو شرف آموزش زبان آلمانی باشید یا مثلا حالا باش درگیر باشید میدونید که مثلا همه مشکلشون با آرتیکل هست که با آرتیکل خیلی مبحث سختی و این چیزا، ولی ما الان یه کلیتی ازش بهتون میگیم و به راحتی حالا شما تا زمانی که حالا دیگه مثلا آلمانیتون به یه سطح خیلی بالایی برسه میتونید به راحتی آرتیکل ها رو به کار ببرید توی حالا جمله های کلمه های مختلف. و میایم راجع به ضمیرهای ملکی هم امروز با هم صحبت میکنم که بسته به اون اسم که میان چجوری باید از ضمیر ملکی استفاده کنم. آرتیکل های نومیناتیو رو با هم کار کنیم. این که میگم آرتیکل های نومیناتیو به خاطر اینکه ما دسته‌بندی های دیگه هم داریم مثل آرتیکل ها، ولی خب نومیناتیو اولین و ابتدایی ترین دسته از آرتیکل ها هستش که ما باید باهاشون سرکار داشته باشیم. اول از همه یه تعریفی از آرتیکل براتون میکنم که اصلا ببینید که آرتیکل چی هستش که ما راجبش حرف میزنیم. همونطور که اگر اون پاورپوینت های همکار هم دیده باشید یا مثلا توی مدت آموزش های مختلف زبان آلمانی رو پیگیری کرده باشید میبینید که کلمات تو زبان آلمانی حالا بجز اسمای مثلا خاص مثلا سارا و مارک و اینا، کلمه های مختلف هم تو زبان آلمانی جنسیت داره، یعنی کلمه یا مذکره یا مؤنثه یا خونسایه که فمینین ماسکولین و نویترال هستن، یعنی مؤنث مذکر و خونسا. و این کلمه ها ما نمیتونیم هیچ کلمه رو تو زبان آلمانی بدون آرتیکل به کار ببریم، یعنی حتما واسه هر کلمه ای که میگیم باید آرتیکلش هم به کار ببریم، یعنی یه جورایی مثل حرف تعریف اون کلمه میمونه آرتیکل. که حالا این جلسه میخوایم آرتیکل های نومیناتیو رو با هم کار کنیم، بعد حالا بریم جلوتر میبینید که خب مثلا دسته های دیگه هم وجود داره. برای آرتیکل ها دسته بندی وجود داره و اونم اینه که مثلا آرتیکل های نومیناتی، آرتیکل های مذکر، مؤنث و نومیتخال یا خونسا و همینطور واسه کلماتی که جمع هستن. و یه دسته بندی دیگه هم که آرتیکل ها دارن اینه که آرتیکل شناس، ناشناس و منفی، یعنی دفینیتا، ایندفینیتا و نگاتیو. که مثلا وقتی مثلا ما داریم راجع به مثلا یه سیبی که ما نمیدونیم کدوم سیب هستش، ولی مثلا وقتی که میخوایم مثلا راجع به یه چیزی صحبت کنیم که میدونیم چی هست، مثلا این میز، یعنی مثلا میز خونه خودم هست و من میدونم راجع به این میز دارم صحبت کنم، ولی مثلا ممکنه بگن مدرسه، من نمیدونم راجع به چه مدرسه. اینا با هم تفاوت دارن که شناس میشه دفینیتا و ناشناس میشه ایندفینیتا. حالا با هم میبینیم آرتیکل ها رو واسه حالت مختلف یه مروری میکنیم. من اول آرتیکل های دفینیتا رو میخوام بگم، یعنی اونایی که شناس هستن و مثلا ما میدونیم که راجع به چی داریم حرف میزنیم. به ترتیب واسه مذکر، مؤنث، نویترال و جمع پلورال یا جمع آرتیکل رو واسه تون میگم. در آرتیکل مذکر هست تو حالت دفینیتا، دی آرتیکل مؤنث تو این حالت، داس نوترال و دی واسه جمع. پس در، دی، داس، دی، اینا آرتیکل ها حالت دفینیتا بودن. حالا ممکنه اون کلمه ما همونطور که گفتم کلمه باشه که نمیدونیم مثلا ناشناس، نمیدونیم چیه. تو این حالت باید با این به کار ببریم، یعنی مثلا یه سیب، یه دختر، مثلا یه همچین چیزایی.
به ترتیب همونجور که مثل آرتیکل قبلی بود این مذکر ایندفینیتا این مؤنثش این و حالت خونسا و خب حالت جمع هم که نداره. حالا آرتیکل های منفی رو میخوایم بگیم کاین منفی مذکر کاین منفی مؤنث کاین خونسای این آرتیکل ها هستش و کاینه هم حالت جمعشون هستش. پس این آرتیکل ها خیلی مهم هستن، آرتیکل های نومیناتیوی هستن که خیلی باهاشون سر و کار داریم. همونطور که دیدیم ما آرتیکل ها رو بررسی کردیم، گفتیم که این آرتیکل های نومیناتیو هستن. حالا فعلا هم همین دستبندی رو دارن، یعنی مثلا ما فعلا نومیناتیو داریم، حالا فعلا دیگه هم داریم که بعدا بهشون میپردازیم. فعل نومیناتیو فعل هایی هستن که به تنهایی معنی میدن و کاملن، یعنی ما نیازی مثلا به مفعول و نمیدونم مسند و این چیزه که تو فارسی داریم، حالا بعدا بهشون میرسیم تو آلمانی هم نیازی به اینا ندارن، یعنی به تنهایی معنی میدن. الان براتون دو تا مثال میزنم که ببینید یعنی چی. مثلا فعل زاین که مثلا میشه همون تو بی یا فعل بودن که به تنهایی کامله، مثلا داس ایست در تیش، یعنی این میزه، داس ایست در تیش. یا مثلا فعل هایسن به معنی نامیده شدن که مثلا نیازی به چیز دیگه ای نداره، شما اسمتون رو میگید به راحتی و تموم میشه جمله. مثلا ایش هایس رومینا، یعنی اسم من روميناست، ایش هایس رومینا. حالا واسه اینکه چشتون عادت کنه و یه سری از این فعل‌ها رو بهتر بشناسید، من واسه توی یه جدولی آماده کردم که یه لیستی از این فعل‌های نومیناتیو که به تنهایی معنی میدن و کامل هستن و به شکل مصدر براتون آوردم و به راحتی حالا شما میتونید هم تو دیکشنری هم حالا توی اون پی دی افی که همکارم آماده کرده بود براتون اینا رو ببینید و باهاشون و صرف فعلشون هم آشنا بشید. الان اون جدول رو براتون همونطور که گفتیم فعلای نومیناتیو فعلایی هستن که به تنهایی کاملن و معنی دارن و نیازی به مفعول یا مسند و این چیزا ندارن. حالا ما دو نمونه یعنی هایسن و زاین به معنی نامیده شدن و بودن رو براتون آوردیم. حالا 6 تا مثال دیگه هم هستش برای این قبیل فعلا که الان براتون نام میبرم. شتهن به معنی ایستادن، شتهن. کومن آمدن، کومن. گهن رفتن، گهن. لاخن خندیدن، لاخن. شمکن چشیدن، شمکن. بگینن شروع کردن، بگینن. البته فعلای نومیناتیو خیلی بیشتر از ایناست، ولی اینا خب چیزایی هستن که تو مکالمات روزمره بیشتر ازشون استفاده میکنیم. حالا هرچی بریم جلوتر با فعلای بیشتری آشنا میشیم. بپردازیم ضمیرهای ملکی هستش. برخلاف حالا زبان مثلا انگلیسی یا مثلا زبان فارسی که شما واسه هر کلمه ای مثلا میخواید بگید که مثلا کتاب من یا مثلا هر چیزی مثلا مداد تو به راحتی میگین، تو زبان آلمانی اینجوری نیستش. یعنی بر اساس جنسیت اون اسم و کلمه ضمیر ملکی فرق میکنه. یعنی شما وقتی مثلا میخواید بگید خواهر من یا مثلا برادر من، اینا با هم فرق میکنه. یعنی بسته به اسمی که بعد از حالا اون ضمیر میاد، شما باید یه اندونگ یا یه پایانی به اون ضمیرتون اضافه کنید. مثلا برادر من میشه ماین بغودا، ولی خواهر من میشه ماین شوستا، یعنی ماین یه ای داره آخرش. و تو حالت جمع هم
این یه اضافه میشه. یعنی مثلا ماین شوستقین، یعنی خواهرای من. خب پس بخوایم پشت سر هم بگیم ماین تو حالتی که اسم بعدش مذکر هست، ماینه تو حالتی که اسم بعدش جمع یا مؤنث هست. واسه تو مثلا داین تو حالتی که حالا اسم مذکر هست یا حالا خونسا هست، و داینه واسه وقتی که اون اسم بعد از اون زمیر ملکی مؤنث یا جمع هستش. البته زمیره ملکی خیلی گسترده تر از من، یعنی مثلا مال آنها، مثلا اینا، ولی الان چون ما خیلی مکالمه های پیشرفته رو هنوز با هم شروع نکردیم، در همین حد ماینه یا مثلا داینه کافی هستش که بدونیم چجوری استفاده میشه. شاید واسهتون سوال پیش اومده باشه که چرا یه جاهای من گفتم داین، چرا یه جاهای گفتم داینه. پس این هم ضمیرهای ملکی بودش که ما یه مختصر توضیح دادیم راجبشون که ببینیم چجوری هست. ما تو این جلسه اومدیم با هم دیگه راجب آرتیکل ها و ضمیرهای ملکی صحبت کردیم. البته این میشه گفت یه گوشه‌ای بود از اون دنیای آرتیکل ها و ضمیرهای ملکی که بعدا باش سر و کار داریم، و فقط ما اومدیم با توجه به نیاز هامون، یعنی توی این آموزش های صفر تا صد بر اساس نیازهایی که داریم، حالا تا مکالمات مقرری بشه و حالا گرامرهای بیشتری یاد بگیریم، در همین حد فقط آرتیکل‌های نومیناتیو رو ما کار کردیم و ضمیرهای ملکی هم فقط در مورد ضمیرهای ملکی مثلا من و تو کار کردیم. و این جلسات به طور کامل تشریح داده میشه توی جلسات بعدیمون. برای همین حتما جلساتون رو دنبال کنید که این مجموعه درس ها رو راجع به مثلا آرتیکل و ضمیرهای ملکی به خوبی یاد بگیرید، و اینکه ویدیوهای ما رو به اشتراک بذارید با دوستایی که میخوان زبان آلمانی یاد بگیرن که به طور رایگان بتونن از آموزش ما استفاده کنن. با ما باشید.